بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دوست خوبم، امیدوارم جور صحت باشین. دوستای عزیز، بازم برنامه اعتماد به نفس است و در این برنامه در مورد افرادی صحبت میکنیم که اونها اعتماد به نفس ضعیف دارن یا ویژگی های افراد را به بحث میگیریم که دارای اعتماد به نفس پایین هستند. یکی از ویژگی های افرادی که اعتماد به نفس پایین دارن این است که قادر به مدیریت زمان خود نمیباشن. زمانشان، وقتشان به گونه‌ای از دستشان میره که اصلا خودشان هم نمیفهمن. زمان خود را درست مدیریت کرده نمیدانن، با ضعف مدیریت زمان مواجه هستند. خداوند بر ما یک بار در زندگی شانس میده و بر همیشه در موردش قضاوت میکنه. شما کوشش بکنین که از این دنیا لذت ببرین و عبادت خداوند مطالب بکنین. خداوند در قرآن عظیم شان میگه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، هیچگاه من جن و انس را نیافریدیم جزی که مرا عبادت بکنه. بزرگترین هدف آفرینش ما عبادت خداوند است و در زمان ما کوشش بکنیم خداوند را عبادت بکنیم و فضایل اخلاقی را بجا بیاریم و زمان ما را خیلی درست و خوب مدیریت بکنیم. از افرادی که اعتماد به نفس پایین دارن همواره فکر میکنن که دیگران از آنها بهتر است، دیگران از آنها خوبتر است، دیگرانی که امروز به یک جای رسیدن خیلی از اینا تواناتر هستن. همواره خودشان ضعیف، خودشان ناتوان و بیچاره فکر میکنن و احساس میکنن. انسان ها بیچاره نیستن، انسان تواناترین مخلوق روی زمین است. شمایی که برنامه رو میبینید دوست عزیز، شما اشرف المخلوقات هستین، شما تواناترین مخلوق از روی زمین هستین. انسان رسد آنجا که ملک راه ندارد، بر مرتبه عالی انسان نظر انداز. ما اشرف المخلوقات هستیم، ما خلیفه خدا در روی زمین هستیم. ما کوشش باید بکنیم که همواره خود ما را خیلی توانا احساس بکنیم، همواره به این فکر نباشیم که دیگران از ما بهتر است و ما ضعیفتر و بیچارتر و ناتوانتر هستیم. نه، هیچکس از هیچکس برتری نداره، هیچ انسان از هیچ انسان برتری نداره. خداوند متعال در قرآن عظیم شان میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما نزد من با تقواترین شما است. رنگ و نژاد و زبان چیزی نیست که ما به او افتخار بکنیم. کسایی که اعتماد به نفس پایین دارن همواره خودشان را فقیر و بیچاره احساس میکنن، ضعیف احساس میکنن و همواره دیگران را بهتر و برتر میشمارن از خود. ولی کسایی که اعتماد به نفس قوی دارن در کنار بهترین ها خود را بهترین فکر میکنن، در کنار عالی ترین ها خود را عالی فکر میکنن و در کنار تواناترین ها خود را توانا فکر میکنن. یکی دیگر از ویژگی های افرادی که اعتماد به نفس پایین دارن این است که قادر به بیان خواسته های خودشان نیستن. مثلا اگر در یک جای کار میکنه نمیتونه بر رئیسش بگه که لطفا بر من معاش مرا زیاد کن. یا مثلا خلطه های سودا به دستش میباشه، میره به طرف خانه، نمیتونه از یک کسی دیگه کمک بخواه. ما معمولا به خاطر رسیدن به اهداف ما در زندگی باید از دیگران کمک بخوایم. یا مثلا یک شخص را میبینین موترش خراب شده، به تنهایی میبینه موتر خود تیله میکنه، ولی کسای دیگه از دور و برش در اطرافش که بیکار هستن و از اونها هیچ کمک نمیخواد. اینا کسایی هستن که اعتماد به نفس ضعیف دارن، نمیتونن که خواسته های خود را بیان بکنن، نمیتونن که از دیگران کمک بگیرن، نمیتونن که برای دیگران خواسته های خود را بگوین. بله دوستان، کسایی که اعتماد به نفس قوی دارن همواره از دیگران کمک میخوان و همواره به دیگران کمک میکنن. مثلا میگه که کاکا جان، میتونم با شما اموالتان تا خانه شما ببرم؟ کاکا میگه بله بفرما. و به این ترتیب زمانی که خودش با مشکل مواجه میشه و یک چیزی به دستش میباشه از کسی دیگه میخواد که لطفا شما بیاین با ما کمک بکنین و با ما همکاری بکنین. ویژگی دیگر افرادی که اعتماد به نفس پایین دارن این از اوسا که مرتبا کوشش میکنن دیگران را از خود راضی نگه بکنن، سعی در راضی نگه داشتن دیگران دارن. همواره درس به این خاطر میخوانند که یک شخص از پیشان راضی باشن. مثلا اکثریت از جوانا به مرکز مشاوری تحصیلی ما میان و بر ما میگن که من اصلا دشتر خوش ندارم استاد، ولی به خاطر پدر جانم خوندیم، به خاطر مادرم خوندیم، به خاطر دختر کاکایم خوندم، به خاطر از اینکه پسر مامایم همین دشتر خونده بود، ما هم همین دشتر خوندم. شما کوشش نکنین که همواره و همیشه دیگرا را از خود راضی نگه بکنین. هیچ امکان نداره که ما معمولا دیگر را از خود راضی نگه بکنیم. یک زمان من میخواستم که همواره زمانی که یک جای صحبت میکنم یا درس میتم تدریس میکنم همه دانش آموزا و دانشجویان خود را از خود راضی نگه بکنم، ولی دیدم که اصلا امکان نداره. کسایی که اعتماد به نفس پایین دارن همیشه به این فکر هستن که دیگر را از خود راضی نگه بکنن، ولی کسایی که اعتماد به نفس قوی دارن بسیار زیاد دنبال این موضوع نیستن که دیگر را از خود راضی نگه بکنن.
ویژگی دیگر افرادی که اعتماد به نفس پایین دارن، اونا فکر میکنن که قربانی رفتار دیگران هستن و خودشان را قربانی رفتار دیگران میکنن. معمولا بسیاری از جوانایی هستن که میرن زنده باد مرده باد، من کوچکترین نفعم به خودشان نمیرسونن، بلی خودشان را قربانی رفتار دیگران میکنن. یک دوستش مثلا میگه که من تا فلان جایی میرم کار دارم، می نم امروش میره، الان که کارهای خیلی زیاد خودش میمونه، خودش قربانی رفتار دیگران میکنه، میره به یک رشته که اصلا مطابق خواست خودش نیست، ولی به دلیل ازی که کسی دیگه رو دوست داره به همون خاطر میره در مورشته کار میکنه، زحمت میکشه و نتیجهش همی است که در زندگی به جایی نمیرسه. ویژگی دیگه افرادی که اعتماد به نفس پایین داره این است که معمولا زمانی که صحبت میکنن به چشمای طرف مقابل نمیبینن، و زمانی که شما چشم به چشم با جانب مقابل صحبت نکنین، اولی که جانب مقابل فکر میکنه شما دارین برشان دروغ میگین، و دومی که ضعف و کمجراتی ما را به نمایش میگذاره، و سومی که هر قدر موضوعات ما دقیق و درست و راست باشه، بازم کسی حاضر نیست که ای را بپذیره و قبول بکنه. مثلا در زمان مکتب اگر یک شاگرد که اعتماد به نفس پایین داشت، استاد برش میگفت چند میشد، میگفت استاد 5 میشه، یا استاد مثلا 5 میشه، یا 5 شد قیمتش، شاید 5 شوه، اعتماد به نفس پایین داشتن. ولی اگر دانش آموز را استاد میپرسید که قیمت از این چند میشه، میگفت استاد قیمت از این 5 میشه، اینا میگن اعتماد به نفس. و کسایی که اعتماد به نفس قوی دارن معمولا همواره زمانی که با شما ارتباط برقرار میکنن و صحبت میکنن، اونا اعتماد به نفس قوی دارن و چشم به چشم صحبت میکنن و تماس چشمی قوی میداشته باشن. دوستای عزیز، این بود تمام موضوعات ما در ارتباط با ویژگی افرادی که اعتماد به نفس پایین دارن. انشالله تا برنامه بعد که بازم در خدمت شما قرار میگیریم، خدا نگهدار.